سلام تای. علیکم سلام. تا شهر رفته بودی زودتر برمیگشتی. ببخشید تای جان. من داشتم برمیگشتم. یک دفعه برزو و دار دستش ظاهر شدن. داشتم میرفتن شکار. راهشون سمت عزازیل بود. ترسیدم یه دفعه دودی چیزی از کلبه بلند بشه اونا ببینن اون بنده خدا رو پیدا کنن. منم خودمو زدم به دل درد، منو بردم پیش طبیبم. خیلی جسور و بی احتیاط شدی یا نگفتی اگه بفهمن چی بلایی سرت میاد؟ تایی جان چی کار میکردم؟ باید جلوی اونا رو میگرفتم؟ تا کی میتونیم زای بدبخت قیام بکنیم؟ حالش بهتر نشده تایی، نکنه بمیره. خیلی خون ازش رفته، باید جام بگیره سرپا بشه زودتر از اینجا بره. می جان؟ بله. برو براش یکم قلم و گوشت بخر، بار بذارم بدیم بهش بخوره. خوی تایی جان. آینه رو نگاه بکن خانم جان. خب هیچی نمیبینی؟ نه چیزی نمیبینم. قربان تو بگردم، معلومه حواست به زندگی شوهرت نیسته. چطور؟ یه دختر جوان خوشبره رو افتاده برات. بر من؟ برای شوهرت خانم جان. دختره نورسه بابا، نورسه. چشم شوهرتم که دنبالشه. چرا چرت و پرت میگی؟ شوهرم منو دوست داره، تازه داره خام میشه، جوونه، خوشبره روه، کلی چش دنبالشه، ولی اون منو میخواد. پاشو جمع کنیم بساطتو، نکنه نازش هستم میخوای واسه این چرت و پرتایی که گفتی. برو، میخوام یکم چشمو هم بذارم. خیلی خوب، خیلی خوب، باش. اگه میخوای باور بکنی، اگه میخوای باور نکن، خود دانی. آسمان گفتم بود، فقط حواستو به خودت جمع کن خانم جان. به اطرافیانت هم بگو چشم و گوش اشاره‌ای باشن تا کار از کار نگذاشتی این دختره رو پیدا بکنی. تی حواس جمع کن دختر، نازشستم نمیخوام شیرینی زاییدن پسر بیشن. خداحافظ دختر جان. گل سلام. وای خاک میسر، چی شد؟ ماه گل صدا کن بیاد کارش دارم. ماه گل، بله خانم. برو برو بیرون، خلیل اومده. نه هنوز نیومده. چیزی شده؟ اگه اومد بگو بیاد کارش دارم. بله چشم. در ضمن برزو خانم چیزی نفهم. چشم. اینم ببر، حوصله‌شو ندارم. چشم. بیا 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 تو خانم، بیا بیا. خوشگل سنا باشی خلیل. زنده باشید. شب بخیر. شب بخیر.
خلیل شام خوردی؟ خورده باشم از دستپخت شما نمیشه گذشت. ما بال خانم فردا برو پیش نازبان خانم کارت داره. خیلی نمیدونم چی میخواد بهت بگه ولی حواست بهش باشه. پا به ماه میگم شاید لازم نباشه هرچی میبینی و بهش بگی. ها در مورد برزو هرچی هست درباره برزو خانه دیگه. از بو برده. از چی بو برده؟ چه میدونم از چشم نپاکی های برزو، از اینکه چشمش دنبال دختر مردمه. برزو خان چشمش دنبال کی بوده شما تا الان با من نگفتی؟ نه بابا فکر نمی کردم اینقدر پیگیر ماجرا باشه، ولی وای به حالش اگه تایه بفهمه. میجان خاک بسر چجوری جا خوردی؟ انگار این برزو رو نمیشناسید. برزو چشش دنبال طفل معصومه؟ از من نشیده بگیرم. بگو خلیل هر چی که میدانی به نازبانو بگو. و الان گفتی مراد حالشو بکن، نمیدونم بردره شکم داره. نه خیرم، اگر یک نفر باشه تو این دنیا که بتونه از پس کارای این پسر خلف خانبر بیاد همین نازبانوه. نازبانو اگه بفهمه اینجا رو با آتیش میکشم. اگه نگی من خودم میگم ها، گفته باشم امین اونی چی میشه؟ چی میخواد بشه؟ ها؟ نه چی میخواد بشه؟ نازبانو حتما خودش یه چیزی فهمیده که به تو گفته الان بدون اطلاع برزخان بری پیشش دیگه. ها؟ و حالت خوبه امشب؟ نه خیر. شام با ما میدی؟ بله. خدایا شکرت بالاخره یه بله رو ما گفت. مشکردار. یعنی چه قاطی کرد نتونستی همه چی رو به این بگی؟ چی بگم؟ عروس خان از من بیشتر به دعا و سر کتاب اعتقاد داره. تا گفتم دختر نورسه و چشم خانزاده دنبالشه اصلا رنگ از روش برید. چشمش تیرا بیره رفت خانم جان. تو مهم اینه که باور کرده. بله. اگه قول بدی که دهنه تو قرص باشه بازم برای تو کار دارم. خب دهنه من که قرصه خانم جان. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. کار ندارید شما؟ به سلامت. خداحافظ. جان دختر تایه خانم از من نشنده بگیریم. یعنی بی کس و کارتر از این دختره نبود که منو باش چش بود؟ بیخواه اما
سلام آقا. سلام. ببخشید می‌خواستم با شما صحبت بکنم. خب بگو. جسارتت. می‌خواستم محرمانه باشه. خلیل از ماشین چند دقیقه پیاده شو خانم حرفش بزن. خب حالا بگو ببینم چی داری بگی. باشه نمیدارم از کجا شروع بکنم. من کل روز نمیتونم علاف تو بشم آقا. زود باش بگو چی داری بگی. درباره میجانه. خب راجب اون روز که آورده بودینش مطب. ببین با من نسیه حرف نزن. علکی بود آقا جان. ادا در آورده بود. علکی بود؟ یعنی مریض نبود اصلا؟ بود. نه اونطور که نشان میداد. نه اونطور که بخواد شما رو از کار بیکار بکنه. نکنه سیروس این حرفا رو تو کلت کرده که به من بگی. به استوار مربوط نیست آقا جان. قضیه میجانه. خودشو زده بود به مریضی که ببینه شما چه کار میکنی. تو از کجا میدونی؟ من زنم آقا. جنس خودمو خوب میشناسم. منظور میجان به شما علاقه داره آقا جان. به خاطر نازبانو خانوم جرأت بروزشو نداره. تو چرا کاسه داغتر از آش شدی؟ از کجا میدونی من نمیرم خودم به نازبانو بگم؟ جسارت آقا. من میدارم همونطور که میجان به شما علاقه داره شما هم دلت پیش میجانه. برای همین خفت کردم. خیلی خب حالا خیلی شلوغش نکن. بیا این بولو بگیر برو برای خواهی چیز تهیه کن. من به خاطر دل سوختم این کارو کردم آقا جان. نه به خاطر چیز دیگه. با اجازه. خلیل بعدا نمیری مسیر عوض شد را بیفت. دست درد سلام بهتون. چطوره خوب؟
برزو کارت داره. چی کار داره؟ نمیدونم. برو ببین چی میگه. ایجان. بله. رو بهش ندیا. چش دقیقه. بیاییم به. بازار بودی؟ بله. خرید کردی؟ چی خریدی؟ گوشت. گوشت؟ تو تا یه سالی به 12 ماه گوشت گیرتون نمیومد بخورین، حالا چی شد یه گوشت خور شدیم؟ از مطبخ خانه خان ندوستیدم. تخیل راحت. باریکلا حاضر جوابم که هستی. خوش آمد. اگه کاری نداریم من برم برزو خواهم. وایسا ببینم. درد دلت خوب شو؟ بله. خوبه. کم و کسری اگه چیزی داشتی به خلیل سپردم، بگو براتون فراهم بکنه، دیگه خودت لازم نیست انقدر بری تو بازار. فهمیدی؟ ببینم چه روسری قشنگی سرت کردی. آفرین، سلیقت هم خوبه. اما اینا اگه با لباس سبز بپوشی خیلی هم قشنگتر میشه. لباس سبز داری؟ یا میخوای بگم خلیل برات یه دست لباس سبز هم بخره؟ خداحافظ. خلیل بریم. سلام آقا. سلام آقا. اینجا شده خونه ارواح؟ نازمان کجاست؟ فکر کنم داخل اتاق خودش رفته. خانوم دارن استراحت میکنن، صداش میکنم. روشن نکن، حالمو به هم میزنه. چی شد اومدی سراغ خواهرت؟ تو این چند روز کجا بودی؟ من کسی جستو دارم.
زار زندگی نمونده برام. دخترتو صدا کن بیام. حالا اوزام خوب نبود. فکر کردم یه بلای سرشو ممکنه بیارم. دادم گلسنم ازم دورشون کرد. ساعت چنده؟ وقت نهاره، بگو یه چیزی بیارم بخوریم. مگه نگفتم بالا سر معدن بمون؟ نکنه از این افریت خبری شده که اینجوری مست و خراب دوباره سر از این خونه در آوردی. باز ازت پول میخواد؟ گفتم یه چیزی بندازم جلوش دهنش بسته بشه دیگه. همون فکر کردم بی خودی سراغ من نمیای. ته یه سال از برز پول گرفتم پست میدم. غلط میکنه، پول میخواد. تا الانشم کلی چاپیدتت. میگه برای پسرش میخواد. پسرش؟ پسرت احمق. نادر نذارین یکی رو ازت بگیره. نریمان تنها وارث خانواده ایماست. با این اوضاعی که من دارم میرم مطمئنم این یکی هم دختر میشه. وقتی منو صدا نمی کنه بابا، من چی کارش بکنم دیگه؟ از بس این افریته گوششو پر کرده، میزدی تو سرش بمونه سر زندگیش که اینجوری در به در نشی. خب بالاخره شهنازم پر ویرانه میگه. مهریه هست، حقشه. حقشه؟ دست گذاشتی رو دختر شهری که باباش هرچی از دهنش در آمد بدون فکر و مشورت زدی پشت قبالش، که حالا به دربونی خونشون هم قبولت ندارن. بیچاره آقام که تو بچه شانس نیاورد. ببخشید خانم. برو بیرون، برو. پاش از کشو هرچی پول میخوای وردار، ولی رو حرف من حرف نمیاری. چه خوابی برای من دیدی؟ باید سر سامون بگیری از این در به دری در بیای. چی میگی به خودت؟ زبون به دهن بگیر ببین چی میگم. با این اوضاع عاطل باطلی که داری زبون همه رو درازه. اگه یکی بیاد تو زندگیت میشی آقای خودتو برای خودت شاهی میکنی. آخرش رو بگو. می جان دختر تایر رو برات نشون کردم. ما دختر داتی زوج کنم شهناز بریشم بخنده. نیست الان با این اوضاعی که داری دختر شهری بریشمون نمیخنده؟ حسد میدم. اسماعیل بیا پهنش کن. سلام. به چشمش. سلام تایر. سلام علی. سلام. شما بریم بیرون. به چشم. خوش اومدی. قابل امامزاده رو نداره. نظر داشتم. قبول باشه. حالت چطوره تایر؟ به مرحمت شما. حال میجان چطوره؟ شنیدم ناخوش بوده. فرح میگفت چند روز پیش رفته بوده مطب طبیب. چیزی نبود. تونتون غذا خورده بود داشت درد گرفت. عزیزم ماشالله به این دختر.
خانمی شده برای خودش. نمیخوای عروسش کنی؟ تا قسمت چی باشه؟ بالاخره چی؟ تا آخر عمر که نمیتونه تنها باشه. وقتش باشه میزنم. خب اگه الان وقتش باشه چی؟ بلن که خواستگاری نداره. بیا بیا بشین اینجا، کارت دارم. بیا بشین. با اجازت اومدم خواستگاری میجان برای نادر. نادر رفتی به میجان نداره؟ صبر کن تایه، نادر چیزی کم نداره، معدن داره، یه عالم کارگر زیر دستش کار میکنه، سرد و گرم روزگار چشیده، میجان خوشبخت میکنه. تا حالا از کی شنیدی که تایه چشمش دنبال اموال مردم باشه؟ بعدم برادر تو غیر از مال اموال دیگه چی داره؟ اونو بگو. بعد دخترتو بدی به خانواده‌ای که غم به دلش را نیاد. نادر از زن اول شانس نیاورد. من از اولم بهش میگفتم اصلا باید میومد از همین ده دختر میگرفت. هر کی ندونه، من که میدونم شما تا آخر عمرتون بابت مهریه زن اول آقا نادر بهش بدهکاری. بعدم دختر جان وقتی میخوای یه وعده بدی یه چیزی بگو که آدم باورش بشه. حالا که خودت حرفو پیش کشیدی راحت بگو چی عوضش میخوای که میجانه بدی به نادر؟ حرف اشتباه شنیدی عروس خان. از من میشنوی تو این ده داری هیچ خونه رو به خاطر برادرت نزن. اینجا هیچ کس آقا نادر رو قبول نداره. محبت به شما رعیت نیمده. ما رعیت راضیم به رضای خدا. انتر خانم. یکی رو مثل خودت بفرستم سراغت. به 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 سیخزا چه اتشی کنه؟ خیلی خوب شده. گوجه دیگه بیار. چشم. اون توری هم از داخل صندوق به من بده. خیلی قوت داره. قاشق قاشق بخوری جان بگیره. خدا کنه بخوره تایی. ایشالا بخوره. ایاز با تو میاد. هوا تاریک نشده برگردی یا؟ چش تایی جان. همراه میجان برو جنگل. حواست به خودتون باشه، کسی شما رو نبینه. بیا. من رفتم تایی جان. خدا پشت و پناهت. بخور.
بخور دیگه، اگه نخوری اینجوری تلف میشی به خدا. عیاز این داره تو تب میسوزه، برو دنبال تایه. عیاز عیاز پاشو برو دنبال تایه. بودو مواظب باش کسی هم تو رو نبینه. بودو ببینم. خان بزرگ، سلام. سلام عروس. خدا سایه شما رو بالا سر ما نگه داره. دیگه علیل شدم، سایه‌ام به چه دردی میخوره؟ خدا نکنه. این چه حرفیه میزنید؟ سایه شما برای ما زندگیه. این وضعیت هم به خاطر سر و کله زدن با رعیته. رعیت با من کاری نداشته، من بودم که با اونا کار داشتم. این فکر و خیالا برای این که تو اون اتاق نشستین. اصلا به حرفای برزو گوش ندین، با خلیل بریم به رعیت سر بزنیم. که توی ده بیفتم و به هم بخنده؟ غلط میکنه هر کی بهتون بخنده. خلیل همراهتونه، حواسش بهتون هست. اصلا میخواییم به نادر بگم باتون بیاد؟ ما باید هوای نادر رو داشته باشیم. این دختر شهناز که اومد تو زندگیش عظیم رو بردو شد، وگرنه کسی بود برای خودش نادر؟ کس بودنشم دیده بودی؟ نادر اگر پشتش به یه بزرگتر گرم باشه دوباره روپا میشه. اصل حرفت چیه؟ من که تا یه چند وقت دیگه این بارو باید بذارم زمین. درد سر این بچه‌ام که کم نیست. تا دندون درآوردن اون یکی تموم میشه، تب و زردی این یکی شروع میشه. ولی همه فکر و خیالم پیش نادره، داره مثل خوره جونمو میخوره. اگه منظورت معدنه که خودت میدونی یا برزو؟ نه، خیالم از لازم معدن راحته. شما گفتین اختیار تام بدم به برزو که خودش کارشو بکنه، منم دیگه خیالم راحت شد. الان لزومی نداره از معدن حرف بزنم. پس حرفت چیه؟ امر خیره، میخوام دختر تایه رو برای نادر عقد کنم. دیدینش خان بزرگ؟ دختر خوبیه، فقط زبونش به اون تایه نره که مثل مار دو سر میمونه. این همه دختر، این ده نشد ده بالا. آخه نادر دوستش داره، دختر زندگی جمع کنیه. اگه یه موشم به تایه کشیده باشه دیگه خیالم از عاقبت نادر راحت میشه. با تایه حرف زدی؟ آره، امروز رفتم سراغش. خان بزرگ، حرف شما برای مردم ده حجت، بیاین بزرگی کنین، خودتونم وساطت کنین. Thank you.
سلام خانم. چیا شنیدم؟ باز چی شنیدید؟ اگه برات هم برم خب بگو چی شنید؟ خانه خوانم دوست درد بکنم آمی جان چطور زایی؟ جان بایی خیلی حالش بده تو بی شوره کرده باید پاشویش کنم برو از برکه یکم آبیار تا پاشویش کنم چشم آیاز برو یه ذره آبیار موازه باشیه جان جان نظر امام زاده کردم که خوب بشه چی دست درد نکنم هم در شفا و خون که شفا پیدا کنم روشو بنیش خوبه تا بهش قد شد خدا رو شکر سرده گلسانم چه رفته تو فکر میترسه میجن بیاد از چشم خانومش بیفته میگه کی جرأت داره رو حرف خان نبگه نشستین گناه مردم رو میشورین ها کارتانه بکنین دایه خودش میدانه چه کار باید بکنه ماگل تایه زبونش تند هست قبول اما دیگه نه برای خان که شما جوانی های تایه رو ندیدین چطور خاطر خواهش و نقره داغ میکرد حالا ما گل درسته بهت میگن دختر ترشیده بنیش شلاکو ولی دیگه انقدر پیر نشده که جوانی تایه رو یادت باشه باید فلفل تو دهانت بریزم نصیبه که درست حرف بزنی خیلی زبان دراز شدی ها خب راست میگه دیگه ما گل تو خیلی باشه 10 سال از من بزرگتری یه جوری میگه اینا جوانی های تایه رو یادته نه من جوانی های تایه رو یادم نیست
ولی از کسایی شنیدم که مثل شما چرت و چوله حرف نمیزن. حالا من موندم. نازبانو که لباس تنش رو سر رأی جمال میبینه خون به پا میکنه، چجوری راضی شده به میجان؟ مثل زردبوتی تندره. هی نصیب چهار روز اومدی اینجا شدی لنگه سقرا. همین روزاست که خانم به خاطر این بلبل زبانیت با ترکه بیفته به جانت. کارتونو بکنید دیگه. هی مثل مرغ کرچ قد 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 قد. آها میجان خانم، چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون. چیزی شده اومدین اینجا؟ نه شما همش منتظر یه چیزی بشه های این واسه برو کارت برس، اومدم دنبال تایی. تایی چرا؟ ای برو به کارت برس بار. چی شده تایی؟ کسی به مرده؟ نه کسی نمرد، با خلیل میرم تا دیو بر میگردم. نازبانو گفته بری. نازبانو بزرگترش واسطه کرده. خان بزرگ یعنی؟ تی دیل شور نزنه. من دست بردار نیستم تایی. یه بهانه میگردی که زانه غم بغل بگیری. یا میرم ببینم چی میگن دیگه. خان بزرگم کنه تو که نمیتونی بگی نگه. من بدبختم مجبورم زن نادر بشم. مگه از زود جنازه من رد بشن؟ خدا نکنه. چیکار میخوای بکنی تایه؟ میخوای تو روی خان بایستی؟ خاطر تو تو روی خان که سهره، تو روی دنیا بایمیسم. دیشو دختر گوسفنده بدبخته از گرسنگی هلاک شدن. بردار ببر مرتب احمد که آقاد گوسفنده رو بده بهشون، خود برو سراغ اون پسر.